توی این ویدیو ارزون ترین راه های مهاجرت رو به توضیح میدم. دو تا روش خیلی خوب و خیلی مهم داریم برای مهاجرت با کمترین هزینه که توی این ویدیو بهشون اشاره میکنم. عماد شاکرم از کانال یوتیوب امشاد با ویدیوهای آموزشی برای مهاجرت. ارزون ترین راه های مهاجرت دو تا روش هستن. روش اول آسبیلدونگ آلمان. خب یه خورده این روش سختی های کوچیک خودش رو داره، ولی خب خیلی خوبه. تا آخر گوش بکنم متوجه میشی که چرا اینقدر تاکید دارم. توی آسبیلدونگ دیگه سن مهم نیست. چی میگی؟ هر سنی باشی اوکی و میتونی کار رو انجام بدی، ولی یادت باشه زمانی که برای آسبیلدونگ داری میری قراره به عنوان یک تکنسیان، یک کارگر، یک کارگری که با تحصیلات داری کار میکنی پذیرفته بشی. و قطعا مثلا اگر 50 سال داشته باشی، خب تو بعد از فارغ التحصیلی مگه چقدر میتونی به عنوان یک کارگر اونجا مفید واقع بشی؟ ای خدا زیر کوچی کار کن. پس سن اگر پایین تر باشه درصد شانس و موفقیتت هم بیشتر میشه، ولی هیچ محدودیت سنی نوشته نشده برای آسپیلدون. سه تا مدل آسپیلدون داریم که توی یکی از این سه روش هیچ مبلغی رو تحت عنوان حقوق یا چیز دیگه به شما در طول ماه نمیدن. و به صورت رایگان دوره ها رو میری و هیچ پولی هم نمیگیری. یه روش دیگه از بین 600 تا 700-800 یورو به تو در ماه حقوق میدن. و یک روش دیگه هم هست که احتمالش داره تا 1200-1300 یورو در ماه حقوق بگیری. تحصیلش که در هر سه روش رایگان. برای اینکه تو آسپیلدونگ بتونی تحصیل بکنی و کاراتو انجام بدی باید بیرو داشته باشی، بیروی آلمانی. ولی با B1 هم شما رو قبول میکنن و یک دوره رو در کنار هم آسپیلدونگ میذارن که شما رو به B2 میرسونن. یعنی شما موظف این که مدرک بیروی آلمانی رو حتما در انتها بگیری. پس اگر B1 دارین هم میشه براش اقدام کرد، به شرط اینکه تا انتهای همون دوره شما B2 رو بگیری. کلن شما برای آلمان باید تمکن 12,000 یوروی تقریبا نشون بدین. و زمانی که آسپیلدونگ رو میگیرین بهتون میگه که مثلا ما این 600 یورو بهتون حقوق میده، 700 یورو حقوق میده. این 600 یا 700 یورو رو ضرب در 12 ماه میکنی یه عدد میاد، حالا 7000 تا 8000 تا. اون مابقی 12,000 یورو رو باید تمکن ارائه بدی. یعنی هر چقدر این حقوقت بالاتر باشه برای تو بهتره که تمکن کمتری نشون بدی. اگر مثلا 1200 یورو داشته باشی، خب بیشتر از اون 12,000 یورو تمکن داری و دیگه نیاز نیست چیزی رو نشون بدی. پس اینم در جریان باشین که در هر صورت شما باید تمکن 12,000 یورو نشون بدین. ولی وقتی که یک مبلغی در طول ماه برای آسپیلدونگ شما حقوق میگیرین، دیگه نیاز نیست که کل 12,000 یورو رو نشون بدین. و یه چیز خیلی مهم دیگه هم هست که کار بعد از فارغ التحصیلی در آسپیلدونگ تضمین شده توسط دولت آلمان. کیو؟ و شما 100% پشت سر فارغ التحصیلی میرین سر کار. تحصیل رایگان. در بیشتر از 70% مواقع حقوق هم میگیرین و بعد از اینکه درستون تموم بشه مستقیم میرین سر کار و استخدام میشین. و خب طبیعتاً ویزاتون هم تمدید میشه و دو سه سال بعد از فارغ التحصیلی میتونی برای پاسپورت آلمانتون اقدام کنی. دوره های آسپیلدونگ هم بین 2 تا 4 سال، 2 ساله داریم، 3 ساله داریم، 4 ساله داریم، بسته به اون رشته ای که شما میخواین. برای همه چیز هم هست، هنر هست، برق هست، مکانیک هست، ورزش هست، همه چی داریم. و دستتون بازه، چون به زبان آلمانی هم هست دستتون بازه، برای هر چیزی که دوست دارین میتونین اقدام کنین. میریم سراغ روش دوم مهاجرت که این هم خیلی ارزونه و یه پایانهای این داره که آسپیلدونگ نداره، یه پایانهای آسپیلدونگ داره که این نداره. این به زبان انگلیسی آسپیلدونگ آلمانیه، ولی آسپیلدونگ به شما حقوق میده، این به شما حقوق نمیده، ولی بورسیه استانی میده که شما دیگه نیاز ندارین از ایران هر ماه خانوادتون براتون پول بفرسته زمانی که دانشجو هست. روش دوم روش تحصیل در کشور ایتالیا است، در مقطع کارشناسی ارشد و حتی دکترا. شما با کمترین مدارک، پایین ترین سوابق تحصیلی میتونید توی کشور ایتالیا پذیرش بگیرید. مدرک زبان B2 انگلیسی میخواد که 6 به بالا
دانشجوها خیلی هاشون 5.5 رو هم قبول دارن، ولی شما باید سفارت هم برین و ویزا بشین، حتما باید برای سفارت بالای 6 ارائه بدین آیلتس. سابقه تحصیلی خب در تمام دانشگاه ها در تمام کشورها مهمه، ولی خب بعضی اصلا معدل 14 15 13 خورده ای دارن. با این معدل ها شما تو کانادا و هلند و خیلی کشورها نمیتونی پذیرش بگیری، ولی توی ایتالیا میتونی یه مدرک زبان داشته باشین در کنارش با معدل 14 هم به راحتی میشه توی ایتالیا پذیرش گرفت. دشواره؟ خیلی هم جای خوبیه. الان خوبه اینجا. یکی. و عرضم به حضورتون یه تعداد مدارک حقوقی برای ساپورترتون. فرض میگیریم شما مجردین و پدرتون ساپورتر شما هستن، باید تعداد مدارک کاری ایشون رو فیش حقوقی و عرضم به حضورتون ترجمه شناسنامه و اقرارنامه و دیگه گردش حساب 31 دسامبر، البته تو هر شهری متفاوت این شرایط، ولی به صورت کلی باید سوابق و مدارک کاری پدر رو ارائه بدید. اگر هم متأهل هستین میتونین ساپورتر رو همسر خودتون اعلام کنین، در بعضی از شرایط هم خودتون میتونین ساپورتر خودتون باشین و بدون کمک از پدر و همسر و هر کس دیگه ای کارهای خودتون رو پیش ببرین. اگر شامل بورسیه استانی بشین که اکثر ما ایرانی ها شامل بورسیه استانی میشیم، شما در طول سال 7200 یورو 7300 یورو بورسیه میگیرین از دولت ایتالیا در دو قسط و شهریه دانشگاهتون رایگان میشه. یک وعده غذایی رایگان در طول روز از دانشگاه میگیرین، بهش میگن منسا، و خب هزینه دیگه هم ندارین. ما برآوردی که کردیم بر اساس دانشجوهای ایتالیا، کسایی که توی ایتالیا دارن تحصیل میکنن، میبینیم که با بورسیه استانی شما میتونین هزینه های مسکن، زندگی، خوراک، حمل و نقل، اینترنت، گوشی، همه چیز رو میتونین بدین و بدون اینکه از ایران کمک بگیرین میتونین خودتون رو بچرخونین توی ایتالیا. ولی اگر اهل سفر و رستوران و زیاد لباس خریدن جو چیزو باشین، یا باید کار بکنین در کنار تحصیل، یعنی که باید از ایران هم ساپورت بشین. ولی اگر قرار دانشجوی زندگی کنین، اصلا نیاز ندارین که از ایران ساپورت بشین. این دوتا روش روش های ارزون قیمت هست. از این دوتا روش ارزون تر نداریم برای مهاجرت تحصیلی به کشورهای درجه یک دنیا. شاید شما مثلا نمیدونم اطلاعات دقیق در مورد رومانی و مثلا ترکیه و خیلی کشورهای دوروبر ایران و کشورهایی که خب از لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر هستن رو ندارم، شاید ارزون‌تر بتونین مهاجرت کنیم، ولی شما این رو در نظر بگیرین، داریم به ایتالیا و آلمان، دوتا کشور برتر دنیا، جز کشورهای خوب دنیا مهاجرت میکنین، و این دوتا روش روش‌های خیلی ارزون هستن که به راحتی شما میتونین به یک کشور اروپایی پیشرفته برسین و هم تو این کشور میتونین زندگی کنین و هم میتونه پلی برای آینده‌تون باشه که به آمریکا و کانادا و جاهای دیگه برین. امیدوارم که از ویدیو راضی بوده باشین، به اطلاعاتتون اضافه کرده باشه. لطفاً لایک کنین، سابسکرایب کنین، اگر از اینستاگرام دارین میبینین لایک کنین، فالو کنین، حمایت کنین که بتونیم ویدیوهای بهتری براتون بزنیم. تا یه ویدیوی آموزشی دیگه، خدا. تا برسیم به آسمان ها باشون.